شما قابل عزیزم. آقای سباکی جانم، شرمنده. چرا قربون؟ من فکر کردم تلفن قطع شد، همون بودم که درباره جیگر میگفتم. بله بله، شما میگین جیگر زیاد دارین؟ آخه من ندارم. معنی شما معنی و مفهوم جیگر داری بر من تعریف بکن. یعنی که من انقدر جیگر دارم که بشینم اینجا رو در روی شما، همتون چهره منو میبینید، باهاتون صحبت بکنم، هر سوالی میکنید جوابتون رو بدم. من شما رو نمیبینم، من شما رو نمیشناسم، اسم شما رو نمیدونم، شما اسم منو میدونید، شما میدونید من کجا هستم، شما میدونید من کی هستم، و صورت منو میبینید، باهاتون صحبت میکنم. تا این حد من جیگر دارم. بله، پس جیگر سیخ چند؟ شما، من جیگر دارم، متأسفانه شما شعور نداری. بیننده عزیز، درود بر شما، بفهمید وقت رو تلر میدی، وقت رو تلف میکنی. بفهمید عزیزم. بح 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 بح. خب دیگه چی؟ بسم الله یا حمان یا حیم. بله خب دیگه منتظرم. بابا الله بابا، اینم آخرش بود، حسن ختامش بود. بله بله. خب بینندگان عزیز توجه فرمودید، من چیزی ندارم راجع بهش بگم، خودتون فکر کنید. درود بر شما. شما فرمودید من یه عرضی داشتم. این آقایی که برای شما از اون خوندن برای مسلمان شدن شما، یک نکته کوچولو کم داره. شما باید یه دکتر صدا کنین که این مسلمان شدن شما رو تکمیل کنه. خدا حافظ شما. دکتر صدا کنیم؟ دکتر چه نقشی میتونه اجرا بکنه؟ نمیدونم. اون آقا اذان هم نخوندن، اون سوره چی داشتن میخوندن، رفتی به اذان نداشت. بله خانم، بله. مگه چند تاشون از این من از اول برنامه تا الان من شاید در حدود 167 تا تلفن گرفته باشم، چند تاشون مثلا حرف بد زدن؟ من فکر میکنم خیلی راحت 140-150 تاشون بد و بیا گفتن. دیگه شما نزید درود باشون. شما بفهمی. الو جانم، بفهمی. حال شما خوبه؟ محمد تو خوبم. آقای اصابکی جانم، من میخواستم سوال بپرسم از شما. بفهمی درباره اینه، خب مردمی که بی تربیتی که زنگ میزنن بی شعور، این مردم، الو بفهمی، اینا واقعا این مردمی که مذرم، این مردمی که میان بحث جدی میکنن، گوش من جواب به اینو دارم. خب شما که خود بی تربیت هست همه شدی که. درود بر شما. باید عزیزم. الو بفهمی، خواهش میکنم. میتونم با ایشون صحبت کنم؟ ایشون کیان قربان؟ ایشون اون پشت تلویزیون. ایشون خودشون جواب تلفن رو میدن. بله بفهمی. چرا ساکت شدی؟ شما بفهمی. الو سلام جناب عطاوی. سلام قربان. حال شما؟ محمد تو خوبم. اصلا نباشید با این جماعت بعضن ناجور و نه، این یکی دوتا شدن زیاد نیستن. بله و منم شما رو انتخاب میکنم به عنوان رئیس جمهورمون، به شما رأی میدم، چون منم اهل منقلم مثل شما. صحیح صحیح. باز گوشی رو گذاشت رفت. تا میخوام باش دار کنم حرف بزنیم، گوشی رو میذاریم میره. خب باید با هم صحبت کنیم، اهل منقلی، ببینیم چجوری میتونیم بندازیم زندان، منقلم از سرت بندازیم. درود بر شما. بنندازی بفهمی، خواهش میکنم. جانه سلام کنم قربان. من یه پیشنهادی داشتم برای شما. برمی میخواستم بگم که شما میخواستین که در ایران آیا پادشاه بشین یا اینکه پرزیدنت بشین یا اینکه ملکه قزوین بشین. خب از شعور شما که بگذریم که خیلی بیشعور تجیب دارید، من ترجیح میدم که رئیس جمهور بشم به انتخاب مردم. خیلی ممنونم. و شما هم حالا همتون قزوین و اون ساین نشون تو بنام از قزوین که داریم میان بیرون نوشته که خشتان آمه. بله درود بر شما. مهندس شما بفهمی آخه اگه دارم اخواد میکنی برای این که آخه آدم نیستی قرم شکل ماهد برم که زیق میزنی مثل یه جوجهی که روش لگت کردن. بفهمی مهندس، درود بر شما.
شما خوبه؟ قربان شما، بفهمه 10 ثانیه. من داشتم صحبت میکردم قطع شد، من داشتم میگفتم معجزه بشه شما جای آقای رفسنجانی باشید. یک چیزی، یه نظری من میخواستم بدم، این نظر خودم هست. من میگم اتفاقا این خوبه که 10 ثانیهش تموم شد. 10 ثانیه بفهمه، خواهش میکنم 10 ثانیه بفهمه. یعنی آقای جنسان داریم؟ 10 ثانیه بفهمه دایزم. الو؟ 10 ثانیه بفهمی. الو؟ بفهمی. سلام، حال شما خوبه؟ قربان شما. من یه سوال دارم از شما. شما میخواید پرزیدنت ایران بشید، من یعنی یه جوون هست میزنم. شما فکر نمیکنید که بیش از سریعتر آدم دنیا هستین؟ اولا من 3-4 تا هم دلیل دارم. یه دلیل شما ان منم نیستین. بله. دلیل شما بی شخصیت‌ترین آدم دنیا هستی که بین روی تلویزیون مردم به شما بریخ به شما برینن، شما همیشه گوش کنید جوابش نبدید. خب شما که اون از دهن شما در اومد، قربان، از دهن ما که در نیومد. الفاظ دیگه خودتون میدونین که به قیافه و دهنه که این کارا رو کردن.